خب بریم به روز دوم مسابقات قم. از همینجا میخوام شروع کنم صحبت کنم. ببینید کی نشسته اینجا؟ حالا شما چطوره؟ آقا زاده است. آقا بشین، من میخوام بیام بشینم. میخوام بشینم من. آقا زاده؟ حالا چطوره؟ خوبی؟ یه ذره میریم اونورتا. ساکی بذارون بر بابا. یا الله. حالا شما چطوره؟ من اینو واس کنم. خواهش می‌کنم. که راحت با هم صحبت کنیم. حالا شما چطوره؟ خیلی ممنون. خوب هستی؟ خوبی آقا نیمه. آقای خزیمه گل. نه خیلی دوست داریم. قلبا. اینجا ببینم. اینجا ببینم. گفتم میسرت آقا نیمه. چطوری؟ گوشی رو بذار بابا یه دقیقه. بابا اینا رویات رو خشم میکنه. گوشی رو بذارش. خوبی؟ بابا رو چقدر دوست داری؟ میشناسنش تو شهرتون نه؟ معروفه؟ اکس مکس میندازن؟ خودت چرا رنسازینی کار نمیکنی؟ کار میکنی؟ بله. آقا این چندومیه؟ سر دوم و آخری 15 سالش. کلن دوتا پسر؟ دوتا پسر. اون یکی بزرگتره؟ 25 سال. بلندسازه؟ بله اونم کار میکنه. و جوون الان همین جوری هم دیگه، همین با گوشی هم. بله ما خودمون هم با گوشیم، ایراد نمیشه گرفت. بله ببخشید بذارید با بابات بیشتر. تو راحت باش چون ورزشش میکنه، دستش هم میخونه. ما دیگه آزاد گذاشتیم. آقا چه خبر؟ قربان شما. چند سالتون شد؟ من رفتم تو 53 سالگی، 11 بر من تولدم بود، رفتم تو 53 سالگی. 53 سال. بله. چند سالش توی بدن سازی؟ حدود 37 سال، از 15 سالگی شروع کردم. 37 سال؟ بله. از 15 سالگی؟ بله. از دقیقا همسن ایشون بودی؟ بله. چه اتفاقی افتاد؟ همسن ایشون بودم. من کل وسایل بدن سازی رو هم داییمون زمان کامل داشتن، هم عموم بزرگ بودن. من از اینا خواهش کردم این وسایل رو به من دادن، توی اتاقی کامل اینا رو چیدیم و از همون زمان داخل خونه دیگه شروع کردیم بدن. یعنی شما اونا رو دیدید براتون انگیزه شد؟ دوست داشتم، از قبل دنبال میکردم مسابقات آرنولد دو زمان توی اون وسایل هم که دیدیم. آره دقیقاً. فیلم ها رو نگاه میکردیم. بله روزنامه هایی که میامد اون زمان. حالا بعد از این کارا میکرد عکستون سرتون رو ببرید بذارید روی بدنه؟ من یه عکس از آرنولد بود تو پیجم توضیح دادم، تو حالت لباس سرخپوستی داشت و یه عکس استایل گرفته بود. تو اتاقم زده بودم، همیشه پدرم میدید، میگفت که این چیه تو اتاق زدی؟ گفتم من یه روزی استایلم باید این مدلی بشه. بعد میگفت خیلی خیال پردازی پسر، و میخندید بهم. خدا رحمتش کنه، سال 67 تو سانه اتومبیل فوت کردن با یکی از داداشو. ولی خب اون راه رو آرزو داشتم به ادامه دادم. چرا پدر مادر اینقدر دیدشون به این رشته بده؟ بد نبود، حق باید داد دیگه. نه پدرم خیلی این رشته رو دوست داشت و اصلا ما رو من نمیکرد. ولی خب میگم مثلا اون زمان با اون شرایط اینا میگم این دست نیافتنیه و یه خیاله. آره دیگه. میشه چه سالی؟ سال 65. آره من 2 سالم بوده اون موقع. دقیقاً 65. و چی شد این ادامه دار شد؟ چه اتفاق افتاد؟ اولین مسابقه رفتی خوشت اومد؟ من سال 82 کشوری زنجان بودم، بعد قبل از اونم کار میکردم و خیلی بدن سرحالی داشتم اونجا. ولی یه 7-8 سالی وقفه افتاد علت گرفتاری های زندگی اینا. باز از 89 مجدد دوباره تو مسابقات تیم تاهم. بهترین مسابقه عمرتون چی بوده؟ کجا بوده؟ بهترین مسابقه عمرم که توی مسابقات شرکت کردم، یکی مسابقات کیش بود کشوری سال 99، فکر میکنم 99 بود، دوباره بعد از کرونا شروع شد، 98 بود یا 99. و یکی هم مسابقات کرمان چند ماه قبل. اینا بهترین مسابقات. بله خیلی. آقا مجموع این همه سال هزینه چقدر بوده؟ باور کنید که حساب نمی کنم، چون اگه حساب کنه آدم پشیمون میشه. یه سرانگشتی حساب کنم. خیلی بوده. اگه مثلا این پولا رو میذاشتی کنار الان چی داشتی؟ الان حداقل یه خونه خیلی گرون قیمت و یه ماشین آخری سیستم خارجی خیلی گرون. الان چی دارید؟ الان خونم مستاجرم، وسیلم پیاده، ولی راضیم، خیلی راضیم. چون به عشقت رسیدی؟ دقیقا. اصلا پشیمون نیستی؟ اصلا. الان بچه ها نمیگن که بابا کاشون پول رو جمع میکردی، ما الان یه سرمایه داشتیم به زندگی. اتفاقا خدا رو شکر اینا خیلی علاقه دارن و میخوان همین راه رو میگن ادامه بدیم.
حتی این کوچیکه با همین سختی‌ها با این دلار بله این کوچیکه خیلی منم گفتم هر جور باشه حمایتشون میکنم ایشون کوچیکه بیشتر به گوشی علاقمنده آره. مهندس خواستی شکمم برات میگیره الان جفتتون لوخ میکنه نگران نباشید آقا به جوونا یه چیز بگو ما بریم خیلی مزاحمت نشو جوونا من تنها توصیه که میتونم بکنم اولین چیز توکل به خداست واقعا معجزه و دوم اراده و پشتکار اما یکی که الان اینجا مسابقه میاد اوت میشه ژنتیک با اینا نداره بازم بیاد ادامه بده والا ژنتیک موثر هست ولی اونجور نیست که نتونه ادامه بده شما اگه خود آقای بامستد رو ببینید تا چند سال قبل ژنتیکش ایراد میگرفت و ژنتیک کاملی نداشت ولی با اراده و پشتکار واقعا کاری کرد مثل یه معجزه و پشتکار اراده میشه واقعا همه کار کرد شما ما که ازدواج کردید خانمتون میدونستن شما بدنسازید؟ من خانمم یکی از علت علاقش به من همین بدنسازی بود دختر خاله هم هستن خیلی به بدنسازی علاقه داشتن ایشون و برای همینم تا اینجا تونستم بیام جلو چون واقعا حامیم هست اگه ایشون نبود باور کنید که منم الان هیچ مسابقه ایم شما توی زندگی شخصی هم همین قدر آرام و متین و شما لطف دارید حسین. من معمولا آدم آرامی هستم شغل اصلیتون چیه؟ باشگاه دارم از اون اول هم باشگاه؟ نه اول من زاهدان سیستان بلوچستان بنگاه داشتم بزرگ شده زاهدان هستم بنگاه خانه ولی با تمام باشگاه‌دارای زاهدان در ارتباط بودیم و رفیق صمیمی و همیشه اونجا کار میکردیم از سال 89 آمدم بیرجن باشگاه زدم 89؟ بعد خانمتون خسته نشده از این همه سال غذا درست کردن برای شما؟ واقعا که خسته ناپذیر من خودم شاید گاهی خسته بشم ولی ایشون واقعا ازش ممنونم و تقدیر میکنم چون الان هم همراهم هست همه جا مسابقات همراهم هست نمیگه دیگه بس آقا متشم بس خدا شاهد نه میگه برو میگه برو بشینی خونه با هم ترشی درست کنی نه اینجوری رویه ای نداره هنوز میگه برو تا میتونی برو ادامه بده و مسابقه بده با اینکه خیلی سختی کشیده و از حق خودش خیلی گذاشته و یه معجزه است برای من شما چی کار تونستی براش بکنی؟ هیچ کار از این بابت همیشه شرمندم انشالله که بتونم یه کاری بکنم در آینده براش بعد ایشون هم موافقه که بچه ها بدنسازی کار کنن خیلی سختی های شما رو دیدن بله اتفاقا تشویق میکنه بچه ها رو میگه را ادامه بده چه... هرچی میگه سوتی پیدا کنم نه به خدا همینجوری همه چی با هم جوره آره. خانواده همه چی با هم جوره من شرمنده و مدیون خانمم هستم همیشه خدا ایشالله همیشه به سلامتی بده سلامت باشی آخرین سوال من اینه که شما توی شهر دیگه خیلی معروفید دیگه کجا؟ شهرتون خدا رو شکر هر جا میرید عکس میندازم آره آره لختتون میکنم لخت که حالا فقط شما معمولا میتونیم لخت منی کسی دیگه نه جای دیگه نه خیلی سخت اجازه میدید بدن رو ببینیم نه خواهش میکنم هستم در خیلی 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 متشکرم از محتشم خوزنه عزیز شما خیلی زیاد آوریم خیلی مخلص شما ما شما رو میبینیم خیلی انرژی میگیریم و این انرژی رو همه از شما دارم میگیرم لطف دارید خیلی متشکرم با آوازاده رو شکمش رو ببینیم آقای خوزنه من هم بدن زیباشون رو ببینیم خیلی متشکرم من اینو بکنم که از خواهی تو اینجا ببینم تو به بابا دستورای چیزو بده بگو فیگور بگیره خب بلدی همه رو هفت فیگوره رو آقا این میخواد دستور بده ببین خود اسم پوشی که چیه؟ امیر محمد امیر محمد اما شکمت تو نشون بده تو با تو آماده بشه سلام علیکا شکم خزیمه کوچک رو ببینیم برو بلا بابا باری کنه چند سالته؟ 15 خزیمه کوچکی در حال رشد است در سالهای بعد به به 53 سال که فقط میشه که واقعا عدد آقا بفهم فیگوراتون آقا تو بگو دستور بده بگو ایکسو الان داره بلند بلندتر بگو ایکسو بگیریم ایکسو بگیرید جفوازو کجاش باید بهتر بشه بابات؟ زیر بغل زیر بغلت باید بهتر بشه میگه باریکلا بعدی؟ قفسه قفسه
تو صدات به بابات نرفته نه؟ صدای بابات ماشاءالله خیلی عالی. خوش بازو مالی که به همه رو بلده بابا. بسیار عالی. دیگر جفت بازو از پشت خیلی هم جدیه آقازاده. بسیار عالی. بعدی زیر بغل از پشت بح بح. بابات خیلی خوش تیپ هم هسته نه؟ بله. دیگه شکم و پا راضی هست یا بابا؟ عالی. دیگه فیگور دیگه کول. بابا بسیار علی آقای خزیمی خیلی متشکرم، مزاحمتون شدم، تو این وضعیتم لخ شدید و اینا. این فیلم بمونه یادگار ان شاء الله. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. امید ندارید؟ لطف دارید. ممنونم از شما. مرسی آقا، عزیزتون.